Rotor. امروز میخواییم ماشه دوغ درست کنیم، ماشه دوغ محلی. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز تعطیلات آخر هفته بود، گفتیم بیاییم روستای پدریم و خونه مامانم اینا. بعد دیگه تینا حواس ماشه دوغ کرده بود، گفتم ماما حالا که میخواییم ماشه دوغ درست کنی بذار یه ویدیو هم بگیم. خب سبزی ماشه دوغمون ترس با اسپناج. اگه اسپناج نداشت بعدش اومدن. دیگه اگه ما بخوایم بیایم مامانم اینا رو ببینیم باید بیایم اینجا ببینیمشون. آره باید بیایم اینجا ببینیمشون رو. دیگه مامانم اینجا موندن، دیگه موندن تابستون ها اینجا، زمستون هم کم و بیش میان تهران، اکثرا هم اینجا موندگار شدن دیگه. این هم از داستان خونه مامانم اینا. حالا بریم پیاشه دورمون رو باید درست کنیم. مامانم خیلی بوست نداره توست بیاده. سبزیه یا آشه دوغمون باید انقدر اندازش انقدر باشه، خیلی ریز نباید باشه، هم ترش هم اسفنجش. این الان اسفنجش هم الان فصل چیز نیست، فصل برگ چغندر نیست به جاش اسفنج، ولی اگه برگ چغندر باشه برگ چغندر خوشمزه ترش میکنه. خب سبزی دیگه هم خورد کردنش تمام، ترش هم که ما قبلا خورد کرده بودیم دیگه، همیشه بریم بشوریمش و بریم رشتش رو درست کنیم. ما دو تا قاز داریم، بعد یکیشون میخواد تخم بزاره، یکیشون میخواد جوجه بذاره. بعد من همین دارم اینو براش خورد میکنم، ببینیم براش شما هم بیاریم بریم. اینجا انباریه، این باز خوابیده روی تخمش که جوجه بشه. تینا بیا سبزی بریز براش. چه صدایی میده، احساس خطر میکنه. احساس خطر میکنه برای جوجه هاش. مرگا دوست داره پیشت بخوره. مرغی رفت اون زیر قایم شد. با عرض سلام، میخوام رشته آشمون رو درست کنیم، آش محلی. الان میخوام قوی آشمون رو درست کنیم، آشمون با آشای رشتهش که آشه ایدیه فرق میکنه. آره رشتهش فرق میکنه، رشتهش هم خودم درست میکنه. من خواهد کارو رشته آشه ما دستیه، اول آب میریزیم بعد نمک بعد آب. دستمون هم شستیم در تمیز، خمیرمون رو درست کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الان خمیرش رو درست میکنیم، بعد خمیرش رو مثل رشته هم میبرم. بلدم خب
نمیخوایم بذاریم اینو بمونه ماما؟ چرا یک مورد باید بمونه تا یک خود خوشو باید چند دقیقه فکر کنم باید یه نیم ساعتی بمونه چند دقیقه بمونه؟ چند رو ببونیم؟ نماز دوشته محلی بعد این شکلیش میکنیم بعد میبوریمش نازک هرچی نازک نبوریم بهتره چاقمون هم باید تیز باشه باید با همکاری همدیگه درست کنیم یعنی یه نفری اصلا نمیشه درستش کنیم میشه آوری سخته دستمون اینجوری میذاریم از جلوی دستم دوباره میاریم عقب این شکلی میبریم این آشه فوق العاده آشه خوشمزه ایه توصیه میکنم بهتون که حتما درست کنیم حالا یه بار رشته هاشو میریزیم آردشو میگیریم سبزیشو پختیم سبزیش پخته شد بعد رشته هم ریختیم روش من اون موقع نزده بودم روی رکورد خاطر همین ضبط نشده حالا رشتهشو ریختیم درشو میبندیم دست نمیزنیم بهش میذاریم همینجوری بمونه تا بپزه اصلا رشتهشو که بریزیم دیگه همش نمیزنیم بعد از اینکه آشمون پخت رشتمون پخت مرسی با تشکر بعد از اینکه رشتمون پخت همش میزنیم فکر کنم یه 10 دقیقه اینا باید همش درشو ببندیم آه هنوز نه رشتمون خورد نشه این شلیله بعد مادر بزرگ من هسته رو کاشت الان شده یه آره این اکثرا هسته هاشو مامانم همه رو کاشته به جز گردو ها هسته های اینا همه رو کاشته بعد درخت شدن اینا که هسته دارن یه دونه هسته بود یه دونه شلیل خوردیم هسته شو کاشتیم اینجوری بذاشت قشنگ بجوشه کجا بود رشته هاش باید قشنگ بپزه جا بیفته حیات مامانم نعنا کاشته بعد عرق نعنا در میاریم برای خودمون بر مصرف سالانمون عرق نعنا رو مامانم میده بعد گل محمدی دارن توی حیات که ازش دوباره گلاب میگیرن حالا به فصلش میایم براتون ویدیو میگیریم خیلی قشنگه دیگه اینجوری آتیشم گرمه و خیلی خوبه یکم اینجا رو به غروب که میره هوا سرد میشه دیگه اینم از آش ما امیدوارم که دوست داشته باشین قبل از اینکه ماست آشمون رو بزنین میخوام بگم لایک کنین آره لایک کنین حالا مامانم رفته ماست بیاره که ماستش رو همینجا بزنیم و میل کنیم ایشاله که شما هم درست کنین دوست داشته باشین مطمئنم که درست کنین حتما دوست دارین هر کس از این آش خورده خیلی راضی بوده خیلی دوست داشته دستور پختش رو پرسیده و رفته پخته لایک و سابسکرایب یادتون نره حتما به همون برامون کامنت بذارین حتما برامون کامنت بذارین با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم و
بعد اینکه خیلی خوشحال شدیم امروز با شما بودیم. لایک مون کنید یادتون نره. زنگوله هم روشن کنید. بخ ماما. خمیرش باید به دندون نشسته. مامانم میگه این رشته هاش باید اصلا پخته بشه. میچسبه. باید سب کنیم. زنی باید قشنگ به هم بزنی که بریده نشه. هم داشته آشه چی؟ آشه چی؟ آشه دوغ. این هم از آشه دوغ محلی. فوق‌العاده خوشمزه است. تمام شد. حالا آماده است.